سلام به ادامه درس سوم کی درس چهارم میشه کار چهارم میشه ما همی پلان گرفتم چند منزلش کم کردم به خاطر از این که همی زبان که ما انالایز میکنیم دیزاین میکنیم کم دلتر شود چون برنامه های آزمایشی است گرفتم که تا کوی 3.5 منزل ساختمش و دگرایش دلیت کردم ما در پلان هیچ چیز تغییرات ناوردم فقط اون کردم که رفتم تعداد منازل کم کردم که یکم کار ما شما زودتر شده خب حالا میخواییم بریم در مرحله از این که ما چه قسم میتونیم رودها را بالای ساختمان خود بالای تعمیر خود اضافه بکنیم خب پیش از این که ما برم رودها را اضافه بکنم ما رفتیم بیمه برش اساین کردیم، کالام اساین کردیم، سلاب اساین کردیم کسایی که ویدوی سیوم ندیدن خواهش میکنم از پیشن که برن ویدوی پارت سیوم ببینن باز بعد از این به این پارت در غیر از رو یک کمی غلط فهمی میشه که خود سعی درست یاد نمیگیدن خب، شما میفهمید که پیش از اینکه ما بریم لودها را اساین میکنیم ما یک سلسله محاسبات را ما خود ما داریم مثلا در خود کراس سکشن اگر ببینیم در کراس سکشن میبینیم که در بومش مارکل از اجازه ریزولیشن از پای سی سی پی سی پاس اسمتی آر سی سی همچنان به این شرفه ما هر کدام از دانه دانه رفتیم محاسبه کردیم که مثلا وزن ریزولیشن ما یا ایک ما چند است پی سی سی ما 5 سانتیز چقدر میشه آر سی سی سلب ما چقدر است مارکل و لایبلو در چقدر ما اینجا مت نظر گرفتیم به خاطر بام است و یا به خاطر فلورای پایین تر است. حال ما میانیم میره اساین میکنم. چه قسم اساین میکنم؟ میریم در منزل بالا از بالا شروع میکنیم. میانیم در قسمت دیفاین. در قسمت دیفاین استاتیک لود کیسز. در استاتیک لود کیسز ما اینجا لود هایی را که داریم اینجا وارد میکنیم. مثلا ما دد لود داریم. سایز. دد لود داریم. دد لود را تغییر میتونم من مثلا به insulation تایپش دید لود باشه سلف ویت ملتیپلایر از یک میگیریمش درست است مودیفای میکنیم دیگه چی دارم من ماربل دارم اینجا نوشته میکنم به شکل دید لود از یک ایرم اد میکنم میبینیم در اینجا دیگه insulation دارم ماربل دارم پی سی سی و ار سی سی هست نوشته میکنم پی سی سی یک اد نیو RCC یعنی سلاب ما خب دیگه ما چیز ندارم حالا میایم در لایف لودش و در قسمت های پایین ما همچنان هست میایم نوشته میکنم که مثلا دو المیتم لایف لود تایپ شمیم لایف لود میگیرم ملتیپلای میگیره یک اد نیم خب مثلا در انزولیشن اینجا میبینیم که خب واج ضرورت نیست میشه باز در برنامه های بعدی که وقتی که پلو بچک رو بکار کردیم دو کار بکنیم خب اینجا ما لایف داریم میشه که دلیت بکنیم اوکی میکنیم خب میایم پس دیفاین دا لود کمباینیشن ما میخواییم لود کمباینیشن هم داشته باشیم بخاطر دا تحلیل و دا دیزاین ما ضرورت هست کمباینیشن نوشته میکنم ایشان عد میگیرم انزولیشن را اد میکنم سکیل فاکتورش که دیدلود است 1.2 ماربل 1.2 پی سی سی 1.2 آر سی سی 1.2 سکیل فاکتور را شما میفهمید دیدلود ما 1.2 دیدلود جمع 1.6 و لایو لود است لایو لود ما 1.6 اوکی میکنیم این لود کمباینیشن ما شد درست است حالا میایم دوستای عزیز انتخاب میکنم من منزل بالا را درست؟ منزل روفه منزل روف تا هر کدام وزیر دانه به دانه ما ده اضافه میکنیم میایم ده ساین شل ایریا ده شل ایریا نی شل ایریا لود یونفارم شکل یونفارم باشه انزولیشن یونت ما را بسیار زود متوجه باشیم که مثلا اینجا من محاسبه کردیم انزولیشن 42 کیلوگرم فی سکویر مربع اگه یه سانتی متر بگیریم اشتباه میشه پس میگیم کیلوگرم فورس متر میگیریم ای همیشه یادتان باشه که ریپلیس اگزیستنگ لود بعضی دوباره سه بار اشتباه میشه همون رو بگیریم درست لود حالا
که ما انزولیشن ما 42 است. 42 اضافه میکنم. باز انتخابش میکنم. میرم در ساین، در شل، یونیفار. میاییم ماربل اضافه میکنم. چند است؟ 38. ای فکرتان باشه. 38. باز هم میاییم در ساین، شل، یونیفار. چی رو اضافه میکنم؟ پی سی سی را 100. دوباره انتخابش میکنم اساین شلود یونیفار پی سی سی رو اضافه کردیم ماربل انزولیشن شد آر سی سی را انتخاب میکنم و وزن سلب ما 375 اوکی خب دیگه چیز نم حالا میم لایو لود 300 کیلوگرم فی متر مربع این رو اضافه میکنم اوکی میکنم ای خلاش حالا من میایم اینجا یونیت رو تغییر میدم کیلوگرم فورس متر چپ کلیک میکنم راست کلیک میکنم البته اینجا در لودز که بیاین این انزولیشن 42 ماربل 38 پی سی 300 آر سی 375 درایور فکر کنم باشه که این وزن ها لود ها را شما به هر نظر به ساختمانتان دیزاین میکنیم خب اینجا وان استوری باید باشه میایم بام است هر چیزی را که دو اساین کردم میایم دی اساین لایو لود تیار وارد شده وزنش اوکی میکنم باز دوباره ایره میگیرم اساین میزنم یونیفارم مثلا در آر سی سی ما چند بود 375 اوکی میکنم دوباره باز میرم به منوی اساین یونیفارم آر سی سی شد پی سی سی ما چند بود 100 اساین میکنم دوباره باز همین سلاب های خود را سلکت میکنم پی سی سی شد ماربل ماربل ما بود 38 38 بود یا 37 چکش میکنیم 38 درست اوکی میکنم دوباره پلیت های خود را انتخاب میکنم اساین میکنم انزولیشن ما بود 42 چک میکنم اشتباه نشده باشه 42 درست؟ اوکی میکنم شما بیاین سر از این راست کلک بکنیم دلوتس بیاین اینجا هست اینا ما میرم در منزل پایین سر از این راست کلک میکنم دلوتس میرم چون اینجا اضافه نشده نشان نمیده حالا میایم تمام از این انتخاب میکنم وزنهایی که بالای از این و در منزل اول وزن میشه سیم تو سیم هست این را اوکی میکنم اساین یونیفار انزلیشن ما 42 اساین میکنم سرش هر کدام از این را بسیار منظم اوکی میکنیم که کدام بیم سلکت نشه اگر بیم سلکت شد بازو میره به سر و بیم اضافه میشه یونیفار انزلیشن شد ماربل ما 38 است اوکی میکنیم دوباره میریم اینجا انتخاب میکنیم منزل دو منزل اول سرش اساین میکنیم شل ماربل شد انزولیشن شد پی سی سی ما 100 است انتخابش نکنیم دوباره باز میریم تمام پلیت های منزل اول و منزل دو را انتخاب میکنیم چون وزنایی که برای از این دوتا محاسبه شده یکسان است ولی برای بام متفاوت است پی سی سی شد آر سی سی ما 375 چک میکنیم پی سی سی آر سی سی ما 375 اوکی میکنیم منزل اول منزل دو اوکی شده دوباره اوکی میکنیم فکر کنم دیگه چیز نمانده تنها لایو لود مانده که میریم لایو لود اساین شلیریا یونیفار لایو لود لایو لود ما چند است تصدا اینجا میگیریم به این بالا هم شد پایین هم شد این لایو لود شد ماربل شد دیگه چک میکنیم که آیا تا اینجا ما درست پیش رفتیم یا خیر درست است خب وزنهای ما اد شد اساین شد
بعد از این چی میکنیم؟ اساین از اساین خلاص میشیم. حالا دیگه میریم ایره انالایز میکنیم دوست عزیز. خب قبل از اینکه ما ایره بریم چی بکنیم؟ انالایزش بکنیم. قبل از این میریم یک چک میکنیم که آیا کدام بیم ما سر به سر درا نشده باشه، دو پلیت در یک قسمت نامده باشه. ایره میریم یک چک میکنیم. چه قسم میریم ایره چک میکنیم؟ میریم در مینوی انالایز، ست انالایز آپشن. خب ایره به می شکل میمونیم، فول 3D میگیریم، اوکی میکنیم، 3D خواستیم، 2D خواستیم، در رقم کانالایز کنیم، مشکل نداره. انالایز چک مدل میگیم. ایره تمام از ایره تک مارک میکنیم که برای ما چک بکنه. مثلا لاین اوورلاپ، لاین انترسکشن ویت تولرنس، لاین انترسکشن ویت ایریا ایج. ایره اوکی میکنیم. ای برای ما خب ایره اوورلاپ زیاد شده. حالا چی باید بکنیم؟ خب قبل از اینکه ما بریم ایره دوباره چک بکنیم، میاییم انتخاب میکنیم که تمام مثلا منزل اول ایره انتخاب میکنیم. خب دوستای عزیز، حالا میاییم مشکل درامنگ خود پیدا میکنیم که در کجا مشکل داره. اینجا آمدیم انالایز گفتیم، چک مدل، مدل مونه برای ما انالایز کرد. پیش از یه انالایز برای ما این رو رایش گفت، میگه که بیم 34 و بیم 48 دو در لب است. بیم 34 و 48 درست است. بیم 41 42 مثلا بیم 34 و 48 اوورلپ هست. ایره دلیت میکنیم، میبینیم که راستی هم اوورلپ بوده و ایره دلیت میکنیم، دلیت میکنیم، دوباره رسم میکنیم. ایره باز نمیزنم، چک مدل میکنم، میبینیم که باز این بیم 48 یا هست نیم. مدل هست بین چک، نو وارنینگ. دیگه برای ما وارنینگ نمیده. دوسته از یک کار دیگه ای که میکنیم، ما میاییم یا را انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم هر منزل جدا جدا، میاییم در اساین ایره به شکل ایره دیافراگم هم میدنیم یک اوکی. درست است، هر کدام از ایره باید دیافراگم کنیم. باز میریم در انالایز، یک چک مدل دوباره میکنیمش. باز بعد از او ایره ران انالایز میکنیم. خب مدل ما انالیسیس شد، تحلیل شد. حالا میبینیم که دیفارمیشن ساختمان ما از اثر و وزن ها به چی حالت است. خب ایده ما میاییم در ویو، ایده از حالت اکستروژن میکشم که کم برای ما زودتر نشان بده. حالا میرم به شکل است. ایده ما میاییم به شکل الیویشن، به الیویشن ایده تبدیل میکنم. خب دوستای عزیز، ایره انالایز کردیم. حالا میخواهیم که به شکل الیویشن بیایه، به شکل الیویشن بیایه. مثلا ما میخواهیم که یک جزء کوچکش انتخاب کنیم، مثلا این قسمت داره. حالا ما میاییم در این قسمت شو ممبر فورسز سپورت، ما میاییم لود کمباینیشن انتخاب میکنم. این وزنه ایست که به سپورت وارد شده و یا به سیف اکسپورت میشه. باید از رو فاندیشن از دیزاین میشه. خب یه سپورت شده، حالا میاییم فریم پیاره. اینجا تمام از اون قوه هایی که ما شما میفهمیم، مثلا اکشن فورس هست، شیار دوی دو، شیار سی سی دیگه، تورژن، تمامش ها برای ما شما میتر اینه. مثلا این به شکل دیاگرام شده، ما میگویم که به شکل دیاگرام نباشه، عدد باشه، ولیوش باشه.
دورجانش بود مومنت سه سه را میبینم مومنت هایم است مومنت هایست که سر این وزنهایی که موضوع کردیم به تمام فریما برمون نشان میدن اگر ما بخواییم به شکل دیاگرام برم نشان بدن اینجا میاییم این را تکمار کشاف میکنم اوکی میکنم به شکل دیاگرام برم نشان بدن مومنت شد شیر سی سیش هم میبینم ما میخواییم دیاگرام نباشن ولیوش باشن ولیش برم نشان بدن خب حال ما میخواییم برم در یه میاییم به شکل پلان استرسایی که به پلیتای مورچه ها میخواییم رو میبینم مثلا این مکس هم میبینم بی مکس هم میبینم در حال جایم دوستای عزیز برنامه چهارم ما بخش انالایز بود که ما وزنها را اضافه کردیم در فریمای خود در پلیتای خود دیت لود لایو لود و وزنهای دیگی را و این رفتیم انالایز کردیم مدل خود را چک کردیم مشکلات داشت مشکلات را حل کردیم و این را پیدا کردیم منتظر ویدیوی بعدی باشیم در ویدیوی بعدی میریم سر دیزاینش کار میکنیم